نگین شیراغایی روزنامه نگار از لندن. ماماس خانم شیراغایی، روز زنان رو، روز جهانی زنان رو به شما تبریک میگم. خانم شیراغایی، با توجه به اینکه شما سالها تجربه فعالیت‌های اجتماعی، روزنامه نگاری و رسانه‌ای دارید، فکر میکنید که امسال با توجه به اینکه واکنش نسبت به روز جهانی زن، فراخوان‌ها بسیار بسیار گسترده تر بوده از طیف‌های مختلف، چه ویژگی وجود داره، چه اتفاقی توی 4-5 ماه افتاده که اینقدر این روز پر اهمیت شده و توجهات بهش جلب شده؟ نباید فراموش کنیم که خب انقلاب ژینا یا اتفاقاتی که بعد از مرگ کشته شدن مهسا امینی پیش اومد، یک تلنگری بود به جامعه ایرانی برای اینکه به یادش بیاره که نیمی از جامعهش رو فراموش نکنه حقوقشون رو، و اگر قراره که در جامعه برابر که همه حقوق اولیه‌شون رعایت میشه زندگی کنیم، قراره که اون نیمه جامعه احساس اینکه حقوقش از دست رفته نکنه. جمهوری اسلامی در طی 4 دهه همیشه این حقوق رو عقب انداخته. حتی خود ما به عنوان مردم مثلا به اول انقلاب نگاه میکنیم، یا در طول این 40 سال بارها و بارها به خودمون اجازه دادیم که حق یک گروهی رو که به عنوان حق اقلیتی میشناختیم نادیده بگیریم، بگیم الان اولویت ما نیست، الان قرار نیست مهم باشه. نکته مهم اینه که جامعه ایرانی در شهری برای امسال به این درد جمعی، به این نقطه مرکزی رسیده با تجربه درد جمعی که اگر قرار جامعی ساخته بشه، ایران جایی باشه که همه در اون بتونن بر اساس استعدادها و توانایی هاشون در زندگی شاد و خوشحالی داشته باشن، یا بتونن اونجور که میخوان زندگی کنن، تنها وقتی اتفاق میفته که حقوق همه افراد اون جامعه درش رعایت بشه. و برای همین هم هست که جنبش زنان میتونه حقوق اقلیت‌های جنسیتی، گروه‌های اتنیکی و گروه‌های مختلف دینی، مذهبی، نگاه‌های ایدئولوژیک رو به هم جمع کنه و در یک جا یک پارچه کنه و بیاد اینها رو در دل یک تقاضایی بگذاره که در شعار زن زندگی آزادی جلوه پیدا می‌کنه. من فکر می‌کنم امسال 8 مارس به همین دلیل، به دلیل همین تاریخ چه اهمیت بیشتری پیدا کرده. وقتی با گروه های فعال مختلف حرف زنید، میبینید که انتظار این که امسال باید 8 مارس به گونه دیگه ای باشه از در همین جا وجود داشت و این اتفاق افتاده. مهمترین تفاوت 8 مارس امسال با سالهای گذشته اینه که گروه های زنان، کارشناسان مختلف دارن از حقوق زنان به طور مشخص و جزئی صحبت میکنن. ما دیدیم همین به مناسبت 8 مارس گروهی از کارشناسان زن و فعالان زن در پیشنویس منشور جزئی رو منتشر کردن که قوانین جامعه برابر که در اون حقوق همه از درش رعایت بشه چه شکلی داره. ما گروه های مختلفی رو دیدیم که در کنار هم قرار گرفتن راجع به اینکه حقوق زنان چطور میتونه جامعه ساخته بشه که حقوق همه گروه ها و از جمله حقوق زنان رعایت بشه اونجا شکل بگیره، و در عین حال توجه بین المللی. من در لندن زندگی میکنم و در همین از دیشب تا الان همینطور از یک جلسه به جلسه دیگه، از یک مصاحبه به مصاحبه دیگه برای رسانه های غیر ایرانی، برای اینکه حقوق زنان ایران و مسئله زن زندگی آزادی دنیا رو تکون داده و همه میخوان ببینن که این موومنت، این جنبش، این خیزش چطور میتونه همچنان مسئله زنان رو در محوریت هدفهاش قرار بده و جلو بره و یک حکومت دیکتاتوری رو با کمک محوریت حقوق زنان بر بیاندازه. بله، من نمیدونم وقت بیشتر داریم که با خانم شیراغایی ادامه بدیم یا نه. بله خانم شیراغایی، سوال بعدی این هست، به عنوان کسی که جامعه رو کارش این بوده که جامعه رو رصد بکنه، فکر میکنید که این جنبش چقدر روی مردها تأثیر گذاشته؟ مردهای ایرانی چقدر تونسته اونها رو تو این 4-5 ماه تغییر بده؟ میدونم که کار سختی است از بیرون، به عنوان مشاهدگر از بیرون ایران. واقعیت اینه که خیلی، یعنی وقتی ما میبینیم که اولین فراخوان هم در کردستان و هم در تهران برای پس از درگذشت و کشته شدن ژینا مهسا امینی
داده میشه بیاین تظاهرات، فراخانیه که گروه های فمینیستی و فعال زنان میدن، اما مردان زیادی هم هستن که همراه اونها و کنار اونها میرن جلوی بیمارستان، میرن توی بولوار کشاورز، جاهای مختلف سنندج تظاهرات میکنن. و در طول این دوره دیدیم که بسیاری از مردها حتی اگر در عملشون تغییر ایجاد نشده، که این پرانتز خیلی مهمیه که باید بدونیم تغییر رفتار زمان میبره، اما حداقل اینه که تلاش میکنن از زبان زنستیزشون کمی فاصله بگیرن. میدونم که راه بسیار درازی در پیش داریم، اما مثلا همین حرکتی که در کمپینی که در داروخانه ها را افتاد، وقتی گفتن که ابلاغیه دادن که زنان بدون حجاب نباشن در داروخانه، من میبینم مردان مقنعه گذاشتن و عکس میندازن، اینها همیاری هاییه که پیشتر نبود و این خیلی خوشحال کننده است که ببینیم این اتفاقات داره میفته. اما نباید فراموش کنیم که با یک ژست، با یک عکس، جامعه تغییر نمیکنه، رفتار ما به عنوان انسان تغییر نمیکنه. ما زنان هم میتونیم زن ستیز باشیم، میتونیم حقوق زنان رو نادیده بگیریم و علیهش رفتار کنیم. این پروسه فرهنگسازی میخواد، زمان میبره و فکر میکنم که خوشبختانه جامعه ایرانی در مرحله قرار گرفته که این ایده ها رو بهش بازه و داره بهش توجه میکنه. امیدوارم به جایی برسیم که دیگه زنکشی نداشته باشیم در داخل ایران، دیگه دختری به خاطر حقوقی که میخواد به دست بیاره توسط کسی جونش رو از دست نده، برادری، پدری، عمویی، و این رو دیگه نه. نگینش آقای ممنونم که ما رو همراهی کردید.